درو دو دوستان انگلیسی مثل آب خوردن اینجاست <applause> <applause> انگلیسی مثل آب خوردن اینجاست و, و یه سری لغت ها رو میخوایم بهتون بگیم که یک عمر داشتی اشتباه تلفظ میکردی از کی فکرشو رو میکرد حالا وقتی که این لغت ها رو بهتون بگیم خودتونم خنده رو میگیره انصافن حالا ببینید چقدر ساده بودن و شما توجه نمی کردی بهش ولی خب ما بهتون میگیم یاد بگیرید از این بعد درست تلفظ بکنید و با اشتراک این ویدیو به دیگران هم گوش زد کنید که اونها هم درست استفاده بکنن و درست تلفظ بکنن اولین لغتی که داریم student آها شما چی میگفتی شما فکر میکنی الان هم داری درست میگی نه عزیز دلم شما میگی استیودنت اولش ا میگی اولش ا نداره شما ا میبینی اول استیودنت نه نمیبینی استیودنت یعنی دانش آموز یا دانشجو که معنیشو میدونید ولی تلفظش استیودنت اول استیودنت ا نداره پس ما هم نباید ا اضافه کنیم پس تلفظ درست student 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 این موارد خیلی زیادن ما از شما یه خواهشی داریم اونهایی که به ذهن تو میرسه رو تو قسمت کامنت بنویسید که دیگران هم بتونن یاد بگیرن از شما و ضمن اینکه ذهن خودت رو به کار بنداز یکم فکر کن ببین چه کلماتی بودن که به این صورت شما اشتباه تلفظ میکردی همین که تو ذهنت یک ساعت نیم ساعت وقت بگذاری و فکر کنی بهشون باعث میشه که دیگه هرگز این اشتباهات رو تکرار نکنی از شما خواهش میکنیم در قسمت کامنت مواردی که به این صورت ممکن بوده اشتباه تلفظ بکنید یا دیگران اشتباه تلفظ بکنن رو اون لغت ها رو در قسمت کامنت بنویسید تا هم مرور برای خودتون بشه هم برای دیگران خب بریم بعدی ببینیم بعدی چیه stay stay یعنی ماندن اقامت داشتن شما چی میگفتی؟ شما میگفتی استی استی نیست قربون اون چشمات برم قربون اون ای که اولش میگی برم نه استی یعنی ماندن اقامت داشتن شما هنوزم فکر میکنی داری درست میگی ولی نه صدای خودتو زبط بکن با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ مقایسه کن تا ببینی که داری اشتباه تلفظ میکنی استی stay یعنی ماندن اقامت داشتن بریم بعدی ببینیم چی داریم سکول سکول آقا مدرسه رو من دیگه اشتباه نمیگفتم چرا قربونت برم اشتباه میگفتی اسکول میگفتی اسکول میگفتی می من میدونم همین شمایی که داری ادعا میکنی من بلد بودم درست تلفظ میکردم نه سکول اولش ا نداره پس توجه بکنید کلماتی که اولشون اس دارن ما نباید ا اضافه کنیم تو تلفظ سکول درست حرف اس داریم تو انگلیسی میگیم برای حرف اس میگیم اس اما تو تلفظ وقتی که اولش ا نداشته باشه ما هم ا نباید اضافه بکنیم پس تلفظ درست سکول بریم بعدی ببینیم بعدی چیه خرابکاریاتون کدوم هست کلاس کلاس آها شما میگفتی کلاس کلاس نیست عزیز دلم ببین بین سی و ال صدا وجود نداره بی صداست پس میشه کلاس نباید بگی کلاس یا کلاس 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 یعنی کلاس یا رتبه بندی یا در واقع اون سطحی که وجود داره کلاس کلاس بریم بعدی ببینیم خرابکاری بعدی چی بوده پیپل پی Paul پا, پال پال آقا خیلی دیده میشه اشتباه میگن پی پل یا پی پل هیچ کدوم نیست بین پی و ال صدایی وجود نداره ما هم نباید صدای اضافه بکنیم پی پال 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 پا. اینو یاد بگیر تلفظ چندتا حرف بی صدا پشت سر هم رو باید یاد بگیری تو انگلیسی مثلا همین مورد پا پا یا مثلا موردهای قبلی که گفتیم خدمتتون پس باید این موارد رو بهش توجه بکنید پی پا پی پا، پا. یعنی مردم افراد پی پا, پی پا. بریم بعدی ببینیم خرابکاری بعدی چی بوده disable disable ای ای آها اینجا دو تا نکته داره نکته اول دس پیشوند دس برای مخالف کردن یا متضاد ساختن پس تلفظش چیه؟ آقا نکتش چیه؟ شما خیلی میگید دیس دیس نیست اون دیس دیسیه که توش برنج میریزن این دس دس ایش بین ای و ا باید تلفظ بشه دس دس پس دیس نیست و دس هم نیست دس بین ای و ا حالا نکته بعدش چیه؟ ای با. ای با ای با ای با ای بل یا ای بول نیست ای able، با، ای بال با، با. پس این هم یکی از مواردیه که دو تا حرف بی صدا پشت سر هم قرار گرفتن و باید تلفظ درستش رو یاد بگیرید ای با بال دیزیبل با. میگن دیزیبل اشتباهه زد رو از کجا آوردی کدوم دانشگاه درس خوندی دانشگاه شریف آها نه عزیزم هر جا درس خوندی دمت گرم اما تلفظ درست دیزیبل نیست disable disable disabled یعنی ناتوان کسی که قادر نیست یا چیزی که قادر نیست یه کاری رو انجام بده disable پس تلفظ درستش disable بریم بعدی ببینیم خرابکاری بعدی کجا بوده پلیز وای وای خدا یعنی من اینو اشتباه میگفتم یک عمر عمرم بر فناست نه فنا نیست عمرت پلیز بین پی و ال صدایی وجود نداره اکثر زبان آموزا میگن پیلیز یا اونایی که مثلا میخوان خیلی درست بگن میگن پلیز نه عزیزم هم پلیز هم پیلیز اشتباهه بین پی و ال صدایی وجود نداره پس تلفظ درست پلیز پلیز پیلیز و پلیز اشتباهه پلیز پلیز لطفا لطفا توجه کنید پلیز بریم بعدی ببینیم خرابکاری بعدی چی بوده پلان پلان آقا اینم مثل پلیزه بله بین پی و ال صدایی وجود نداره پس ما نباید بگیم پلان پلان نیست پلان پلان یعنی برنامه یا پلان یک برنامه ریزی پلان پلان بریم بعدی ببینیم خرابکاری بعدی کجا بوده پرپل پرپل آقا اینو دیگه نگو من به بچم گفتم پرپل نه عزیزم اشتباه گفتی به بچه هم اشتباه یاد دادی به بچه خواهرت اشتباه یاد دادی اینجوری میخوای دایی بشی اینجوری میخوای خاله بشی پرپل پرپل تلفظ آر رو دقت بکنید زبونتون جمع میشه نزدیک به سقف دهان یعنی فرق داره با در فارسی بله فرق داره ما تو فارسی میگیم رر مسلسل بازی میکنیم اما توی انگلیسی وقتی میخوایم آر رو تلفظ بکنیم زبونمون جمع میشه نزدیک به سخف دهان رر میشه پر تو بخش اول میشه پر پا پا پرپل پرپل پر 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 بنفش پس پرپل پر اشتباهه بله عزیزم اشتباهه تو الان هم اشتباه میگفتی پرپل <applause> پرپل یعنی بنفش خب دیگه حالا درست یاد بگیر برو گذشته تو اصلاح کن به راه راست برگرد بریم بعدی ببینیم بعدی چیه بلک وای آقا نگو رو دیگه بلک بلک یعنی سیاه مشکی هم میگن نه ولی خب سیاه بلک چجوری باید تلفظ شه خیلی میگن بلک بلک بورد آی ام ای بلک بورد نه قربونت تلفظ درستش بلک بین بی و ال صدایی وجود نداره پس ما هم نباید صدای اضافه کنیم و تلفظ درستش بلک یعنی سیاه بالاتر از سیاهی رنگی نیست و باید درست تلفظش کنیم بلک یعنی سیاه بریم ببینیم خرابکاری بعدی کجا بوده بلو آقا بلو من میگفتم نه نه آقا بلو شرت نه نه اشتباه تلفظ میکردی بلو بین بی و ال صدایی وجود نداره تلفظ درستش اینجوریه بلو بلو پس بین بی و ال هم صدایی وجود نداریم بلو بلو این چیزا نیست بلو یعنی آبی آقا اشتباه یاد دادم به بچه های مدرسه من مربی مهدم اشتباه یاد دادی برو یاد بگیر درست یاد بده از ابتدا ساختارهای جامعه رو به فنا نده از ابتدا سیستم آموزشی رو به فنا نده سیستم آموزشی رو کی داغون میکنه من و تو که داریم آموزش میدیم جنابالی که داری توی مهد آموزش میدی میگی بولو نه بولو نیست عزیز دلم بلو حالا بریم بعدی ببینیم خرابکاری بعدی کجا بوده کلیر کلیر آقا من میگفتم کلیر کلیر نیست بین سی و ال که در اینجا البته حرف سی که خونده میشه کلیر بین سی و ال صدایی وجود نداره کلیر یعنی شفاف و صاف کلیر آقا کلیر بین سی و ال صدایی نیست کلیر یا کلیر اشتباهه کلیر حالا من چجوری متوجه بشم که اینا رو درست میخوام بگم یا اشتباه دارم میگم هنوزم صدای خودت رو ضبط کن وقتی اینا رو میخونی و مقایسه کن با نحوه بیان تو این کلیپ یا هر کلیپ آموزشی که داری استفاده میکنی یا دیکشنری گویا ببین شما چی میگی این چی میگه شما کجا میری این کجا میره اشتباه تلفظ نکن اش... اشکال عمده زبان آموزا تو تلفظ کردن دو تا سه تا حرف بی صدا پشت سر همه خب سخته دیگه سختم نیست کی گفته سخته خیلی هم ساده است فقط تمرین میخواد بریم ببینیم خرابکاری بعدی چی بوده آقا درینک درینک چی میگفتی شما؟ دیرینک؟ درینک؟ آقا یه درینک به من بده <applause> نه عزیز دلم درینک درینک یعنی نوشیدنی حالا دو تا نکته داره نکته اولش اینجاست که دین دی و آر صدایی وجود نداره پس میگیم درینک درینک در مورد تلفظ ای در درینک هم باید دقت بکنید درینک نیست پس آی بین ای و ای تلفظ میشه درینک یعنی نوشیدن خیلی از زبان آموزا اشکال دارن تو تلفظ درینک یعنی بر اساس تجربه داریم میگیم خدمت شما مثلا میگن درینک درینک وقتی که آر رو ایرانیزه تلفظ بکنی یا به صورت فارسی خب اشتباه میشه میشه درینک برای تلفظ آر همونطور که گفتیم زبونتون میره عقب نزدیک سقف دهان میشه آر رر، 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 پس ر نیست و وقتی که شما بخواید درست تلفظ کنید میشه درینک درینک و نمیشه درینک پس درینک درینک یعنی نوشیدن یا نوشیدنی گوارای وجودتون انگلیسی مثل آب خوردن خوب بنوشید خوب یاد بگیرید خب حالا بریم بعدی ببینیم بعدی رو چی میگفتی چی بوده تیبل تیبل آقا میز و دیگه من اشتباه نمیگفتم چرا اشتباه میگفتی؟, میگفتی تیبل میگفتی تیبل نه عزیز دلم اشتباه میگفتی تی بال بین بی و ال صدایی وجود نداره پس تی بال تی بال با. یعنی میز تی بال اینم اشتباه میگفتی خداییش بریم بعدی ببینیم بعدی چی بوده کلین کلین آقا کلین رو من دیگه درست نمیگفتم یعنی یعنی میگفتم کلین یا کلین دوتاشم اشتباهه کلین clean مثل clear clean پس این مورد هم موردیه که خیلی از زبان اشتباه تلفظ میکنن این موارد خیلی زیادن ما از شما یه خواهشی داریم اونهایی که به ذهن تو میرسه رو تو قسمت کامنت بنویسید که دیگران هم بتونن یاد بگیرن از شما و ضمن اینکه ذهن خودت رو به کار بنداز یکم فکر کن ببین چه کلماتی بودن که به این صورت شما اشتباه تلفظ میکردی همین که تو ذهنت یک ساعت نیم ساعت وقت بگذاری و فکر کنی بهشون باعث میشه که دیگه هرگز این اشتباهات رو تکرار نکنی از شما خواهش میکنیم در قسمت کامنت مواردی که به این صورت ممکن بوده اشتباه تلفظ بکنید یا دیگران اشتباه تلفظ بکنن رو اون لغت ها رو در قسمت کامنت بنویسید تا هم مرور برای خودتون بشه هم برای دیگران بی نهایت سپاس گذاریم از همراهی شما عزیزان هدف ما از خنده و لوده بازی تو این کلیپ این بود که شما خوشحال باشید و خنده به روی لبان شما عزیزان بیاد در قسمت کامنت منتظر مثال هایی که شما خواهید زد هستیم آرزوی خورسندی برای شما و خانواده عزیز و گرامیتون داریم در هر کجای این کره خاکی که هستید